یک گروه به نام رأیتان را بدهید، بریتانوی ها را به اجازه می دهد تا حق رأیشان را با یک فرد افغان در میان بگذارد. امروز در مورد این ابتکار بی سابقه دو مهمان برنامه داریم، آقای غلام سرور از لندن و آقای شکیب شریفی از کابل که هر دو با گروه رأیتان را بدهید کار می کنند. خب در اول آقای سرور لطفاً این برنامه را توضیح بتین و بگوین که گروه شما خواهان چی چیزی در افغانستان می باشه. بفرمایید. بله، این برنامه بدین یک برنامه جهانی برای آوردن دموکراسی در همه نقاط جهان هست و ما امروز در یک دنیای دموکراسی، در یک دنیای جهانی شده زندگی میکنیم که بسیاری مشکلات بزرگ ملت ها به هم پیوسته و فرامرزی هستند و تصمیمات مثلا به طور مثال آلودگی هوا در یک کشور باعث سیلاب و بی‌خانمان شدن هزارها انسان در دیگر کشورها میشه و بحران اقتصادی یک کشور دیگر کشورها را هم فرا میگیره و جنگ در افغانستان و عراق در دورترین کشورهای دنیا انعکاس میکنه و تصمیمات در این موارد را کشورهای قدرتمند و بنیادهای قدرتمند دنیا میگیرن که مردمایی که با این تأثیرات این مزله ها دست پنجه نرم میکنن از تصمیمات بیرون میمانن و این برنامه Give Your Vote میگذاره تا شهروندان بریتانیا رایشان را به مردم های افغانستان، بنگلادش و گانا عطا بکنن تا آنها بتانن در تصمیم گیری های سیاسی جهانی شرکت بکنن. بله، تشکر از شما آقای سرور. باز هم با شما خواهیم بود. حالا میریم به کابل، به استودیوی کابل و از آقای شریفی میپرسیم. آقای شریفی، شما رای دهندگان در بریتانیا را با رای دهندگان در افغانستان چگونه تطابق میدهید و برای دهندگان افغان درباره کاندیدان چگونه توضیحات ارائه میکنید؟ سپاسگزار هستم جناب آقای لامی. در پاسخ به پرسش اولیتان باید عنوان بکنم که رای دهنده هایی که در بریتانیا حاضر میشن تا رای خود بر افغان ها به شهروند های افغانستان عطا بکنن تا شهروند افغانستان تصمیم بگیرن در مورد آینده سیاست های انگلستان، دو راه در دسترس از اونها وجود داره. راه اولی است که میتونن ثبت نام بکنن در پایگاه اینترنتی که ما داریم، از اون طریق حاضر شون و ثبت نام بکنن و نامشان و با جزئیاتشان در اونجا راجستر میشه و شهروندان افغانستان، کسانی که علاقمند هستند در رأیگیری انتخابات در رأیگیری بریتانیا شرکت بکنن، ما شماری داریم که اونا از طریق پیامک میتونن با ما در تماس شون و ما تمام از این اشخاص، افرادی را که از افغانستان و از بریتانیا حاضر و آماده استفاده از رأی و اعطای رأی هستند، ما اینا را ملاقی میسازیم و دو راه وجود داره. راه اولی است که اگر تعداد مشابه بود، به عنوان مثال اگر 5000 شهروند بریتانیا با 5000 شهروند افغانستان ثبت نام کردن و شماریشان مساوی بود، ما این 5000 مستقیما رابطه میدیم با 5000 شهروند بریتانیا. در صورتی که شماره ها مساوی نباشه، بعد نمایندگی متناسب صورت میگیره. و در مورد پرسش دوم شما، در مورد از اینکه ما چگونه شهروندان افغانستان در مورد سیاست ها و نامزدهای انتخاباتی راهنمایی میکنیم، این است که ما پیوسته تمام مناظرات انتخاباتی را پی گرفتیم با دوستا، با فعالانی که میرن دوباره به مردم ایره بازگو میکنن. ما هفته قبل مناظره هر سه نامزد مطرح بریتانیا که از احزاب کارگر، محافظه‌کار و لبدن بودن، اونا را ما پی گرفتیم و شهروندان افغانستان، کسایی که ایجا تعقیب میکردن این مناظره، اونا تصمیم گرفتن که با کی میخوان رای خود بدن. بسیار خوب. خب باز هم با شما خواهیم بود. حالا میریم به سراغ آقای سرور در لندن. آقای سرور، کمپین که شما آغاز کردین تا این لحظه چقدر کامیاب بوده و عکس العمل کسانی که در این برنامه شرکت میکنن چیست؟ بله، این برنامه در افغانستان، گانا و بنگلادش به نهایت موفق بوده. در افغانستان روز دوشنبه گذشته در شهر کابل ما کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردیم و امروز هم در شهر هرات یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردیم و شهروندای افغانستان هم علاقه بی‌نظیری از این برنامه نشان دادن. هزارها شهروند افغانستان تعهد کردند که در این برنامه رای بدهند و
دومین مناظره تلویزیونی در کابل ما مستقیم پخش کردیم و ژورنالیست‌ها و روشنفکرای افغانی شرکت کردند، برنامه را تماشا کردند و روی آن بحث کردند و فردا هم که روز ده ثور است در افغانستان، روز انتخابات ما برگزار میکنیم و شهروندان افغانستان میتونن رای بدهن. خب آقای سرور با ما در برنامه باشین و حال از آقای شریفی میپرسیم. آقای شریفی، از میان کاندیدان به شمول صدر اعظم بران و رقبای وی، کدام یکی از آنها مورد طرفداری رای دهندگان افغان قرار خواند گرفت؟ تشکر. جالب است به خاطر اینکه آقای براون پندار مردم افغانستان است که آقای براون وقتی دوباره به قدرت برسه همو تداوم سیاست های قبلی از اونا است. شما ببینین سربازای بریتانیایی در جنوب افغانستان وسایل کافی ندارن، تجهیزات کافی ندارن و یک نوپنداری وجود داره که اگر دوباره آقای براون دوباره به قدرت برسه همی تداوم وضعیت بدی که است دید مردم وجود دارد در میان سربازان بریتانیایی ادامه پیدا کرد، پیدا خواهد کرد. آقای دیوید کامرون، مشکلی که آقای دیوید کامرون ایجاد کرد در مناظره قبلیشی بود که تاخت و تاز در مورد اردوی افغانستان یا ارتش ملی افغانستان داشت. در افغانستان ما همه میدانیم که اگر یک دستاوردی که همه به او میبالند، دولت افغانستان و مردم افغانستان، او ارتش افغانستان است. واقعا یک نهادی که فراقومی و فراملیتی و واقعا نهادی که مردم افغانستان به او اعتبار و اعتماد دارن ارتش ملی افغانستان است. و آقای کامرون ایتو به نظر می رسید که مشکل فکر از دید از او مشکل افغانستان، مشکل ارتش ملی افغانستان بود و این واقعا مردم وقتی که دوستای ما ایره تماشا میکردن، یک دوست ما آنن گفت که خطاب به سربازای بریتانیایی گفت که تو برای وصل آمدی نه برای فصل آمدی. و در این میان از دیدگاه ما آقای نکلیک جایگاه پیشتاز داره در میان افغان. بسیار خوب. خب تشکر از شما آقای غلام سرور و آقای شکیب شریفی که از هر دوی شما یک جهان سپاس که دعوت ما را به استودیوهای لندن و کابل پذیرفتین و در این صحبت سه جانبه با ما سهم گرفتین. یک جهان سپاس از شما. بسیاری از آنان علاقمند دسکاول هستند. دسکاول می توان